سلام دوستان گرامی، روزتون بخیر. در کنار هم هستیم با درس 21 از سطح 20 سوای سوای. اولی کلمه که یاد میگیریم در کنار هم کلمه دی انشدیگونگ هستش، به معنی خسارت یا غرامت. دی انشدیگونگ. به مثالش نگاه کنید. نختم اون فال به کامیش اینه انشدیگونگ. من بعد از تصادف خسارت دریافت کردم. نختم اون فال به کام ایش اینه انشدیگونگ. من بعد از تصادف خسارت گرفتم یا غرامت گرفتم. دی انشدیگونگ. خسارت، غرامت. و اما بریم سراغ کلمه بعدی که دی توشونگ هست. دی توشونگ به معنی فریب یا هیله هست. دی توشونگ، هیله، فریب. دستور این توشونگ ماینزایتس، این یک هیله از طرف من بود. دستور این توشونگ ماینزایتس، این یک فریب یا هیله از طرف من بودش. دی توشونگ به معنی فریب یا هیله. ده ویدش بخوخ. ده ویدش بخوخ به معنی مخالفت یا اعتراض است. ده ویدش بخوخ، مخالفت، اعتراض. گیگن دی انشایدونگ گاب اس کاینن ویدش بخوخ. در مقابل تصمیم هیچ مخالفتی وجود نداره، هیچ اعتراضی وجود نداره. گیگن دی انشایدونگ گاب اس کاینن ویدش بخوخ. در مقابل تصمیم هیچ مخالفت و اعتراضی وجود نداره. ده ویدش بخوخ، مخالفت، اعتراض. بریم سراغ فعل آفلیستن. دوستان فعل آفلیستن به معنی فهرست کردن و لیست کردن هستش. مثلا زی موسن دی آدرسن آفلیستن. شما باید آدرس ها رو لیست کنید. زی موسن دی آدرسن آفلیستن. به این معنی که شما باید آدرس ها رو فهرست کنید، لیست کنید. آفلیستن، لیست کردن و فهرست کردن. دوستان عبارت این دی ایغ فیغن به معنی گمراه کردن هستش، به گمراهی کشوندن. این دی ایغ فیغن، گمراه کردن. ایغ فیغن دی کندن میت دوپلتن اکلیغونگن. این دی ایغ، اون مشتریاشو با توضیحات دوچندان گمراه میکنه یا به گمراهی میکشونه. افوت دی کندن میت دوپلتن اکلیغونگن. این دی ایغه، اون مشتریاشو با توضیحات دوچندان گمراه میکنه. پس عبارت این دی ایغه فیغن به معنی گمراه کردن هست. صفت یا ادجکتیو شلوسیش به معنی منطقی و قانع کننده هست. شلوسیش، منطقی، قانع کننده. این گاب این شلوسیگه سوزامن فاسونگ در اگیبنیسه. بریم سراغ اسم دی آبفالتونه. دوستان آبفالتونه به معنی سطل آشغال یا همون سطل زباله هستش. دیز آبفالتونه هبه ایش ایم اولاب گکافت. من این سطل زباله رو در مسافرت خریدم. دی آبفالتونه به معنی سطل زباله. اسم دی آبلاوف به معنی روند، فرایند. یک روندی رو شما ادامه بدید، یک کاری رو بر اساس روندش انجام بدید، گفته میشه دی آبلاوف. مثلا کنن زی دن فاگیزینن آبلاوف نوخ اینمال اکلیغن. آیا میتونید روند پیشبینی شده رو بار دیگه توضیح بدید یا فرایند پیشبینی شده؟ کنن زی دن فاگیزینن ابلاوف نوخ ایمار اکلغن. آیا میتونید روند و فرایند پیشبینی شده رو بار دیگه توضیح بدید؟ ده ابلاوف، روند، فرایند. ده اوبافلوس کلمه بعدی هستش به معنی فراوانی و وفور. ده اوبافلوس، فراوانی، وفور. ایش هبه اینن اوبافلوس ام گموزه اون کن اینیگس فشنکن. من سبزیجات فراوانی دارم و میتونم برخی از اونا رو ببخشم، هدیه بدم. ایش هبه اینن اوبافلوس ان گموزه اون کن اینیگس فشنکن. من سبزیجات فراوانی دارم و میتونم برخی از اونا رو ببخشم. پس ده اوبافلوس به معنی فراوانی و وفور هست. ده اومگنگ به معنی رفتار و برخورد. ده اومگنگ،
رفتار، برخورد. مثلا در اومگانگ میت یماندم، رفتار و برخورد با کسی. مثلا زی هابن کاین افاهونگ ایم اومگانگ میت کیندن. اونا در رفتار با بچه ها تجربه ندارن، در رفتار یا برخورد با بچه ها. زی هابن کاین افاهونگ ایم اومگانگ میت کیندن. اونها در رفتار با بچه ها تجربه ندارن. در اومگانگ، رفتار، برخورد. داز فرفالستاتوم دوستان به معنی تاریخ انقضا هست. داز فرفالستاتوم به معنی تاریخ انقضا. ایش او با پروفته داز فرفالستاتوم آف در میلش توته. من تاریخ انقضا رو بر روی پاکت شیر چک کردم، امتحان کردم. ایش او با پروفته داز فرفالستاتوم auf der Milchtüte. من تاریخ انقضا رو بر روی پاکت شیر چک کردم. Das Verfallsdatum. تاریخ انقضا. بریم سراغ die Verschwendung. دوستان die Verschwendung به معنی اتلاف و یا اسراف هست. Die Verschwendung. مثلا die Sendung gestern Abend war eine Verschwendung meiner kostbaren سایت. برنامه تلویزیونی دیروز از اسلاف زمان یا از بین بردن زمان با ارزشم بود. دی زندونگ گسن ابند و اینه فشوندونگ مینا کسباغن سایت. پس برنامه تلویزیونی دیروز از اسلاف زمان با ارزشم بود. این اتلاف و اسراف رو با دی فشوندونگ نشون دادیم. ده فاقت. در فاقت هم باز یک اسم هست به معنی موجودی و ذخیره. در فاقت، موجودی یا ذخیره. وی هبن این گروسا فاقت ان ترینک واسا. وی هبن این گروسا فاقت ان ترینک واسا. ما یک ذخیره زیاد از آب آشامیدنی داریم. وی هبن این گروسا فاقت ان ترینک واسا. پس در فاقت به معنی ذخیره یا موجودی هست. ما یک ذخیره زیاد از آب آشامیدنی داریم. او باش غایتن فعلی هستش که معنی عبور کردن و گذشتن رو به ما میده. او باش غایتن، عبور کردن، گذشتن. ماگن ودن ویه دی لندس گرنسه او باش غایتن. به معنی که ما میخواییم فردا از مرز، از مرز کشور بگذریم. Morgen werden wir die Landesgrenze überschreiten. ما میخواییم فردا از مرز کشور بگذریم. پس فعل überschreiten به معنی عبور کردن و گذشتن هست. بله دوستان و همراهان گرامی، این هم از درس 21 از سطح 20 و 22. امیدوارم که برای شما عزیزان مفید و کاربردی بوده باشه. تا قسمت دیگه، خدا یار و نگهدار.